با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می کنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی را در تاریخ 12 نوامبر سال 2022 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می کنیم. طبق روال همیشه من ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانشون رو خدمت شما بزرگواران عرض می کنم و بعد می پردازیم به جلسه. در ابتدا خانم زهرا رهایی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه 1401، سرکار خانم غزال سادات ابتهی با موضوع کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 10، 11 و 12 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مهدی افشارزاده را داریم با موضوع قطع‌های زنجیره‌ای. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم که این ما اختصاص داره به قوم عرب. بحث آزادمون است نگاهی به فرهنگ و تمدن ایران. دوستان و عزیزان هم میتونن توی این بحث شرکت کنن و در پایان هر بخش هم میتونن نظرات و دیدگاهشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا از خانم زهرا رهایی دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی رو به اطلاع شما برسونن. سرکار خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام و خسته نباشید میگم خدمت همکاران عزیز. در ابتدا من یه نکته رو عرض کنم که آمارهایی که اعلام میشه به دلیل اینکه خب مال مهر ماه هست، خب آمارهای قدیم هست و شاید کامل نباشه، که حالا هممون در جریان آمارهای بروزتر هستیم. اعتراضات شهریور ماه 1401 به مجموع اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز 26 شهریور ماه در پی جان باختن دختر 22 ساله‌ای به نام مهسا امینی بر اثر عملکرد گشت پلیس امنیت اخلاقی در تهران آغاز شد و تا تاریخ اول مهر ماه 1401 در دست کم 85 شهر و 18 دانشگاه از 29 استان کشور گسترش یافت. این اعتراضات که کماکان ادامه دارد تا کنون به بازداشت هزاران نفر و کشته و زخمی شدن صدها معترض از جمله کودکان منجر شده است. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی با متهم کردن متهمان به اعمال خشونت اعترافات اجباری تعدادی از بازداشت شدگان را منتشر کردند. همینطور حکومت جمهوری اسلامی در ایران اینترنت را در سطح کشور در بخش خانگی و تلفن‌های همراه مختل کرده است. اکنون به گزارش مختصری از اتفاقات مهر ماه می‌پردازیم. در پی اعتراضات سراسری شهریور ماه 1401، دادستان عمومی و انقلاب ساری از بازداشت 450 نفر شهروند معترض در روز یک شنبه سوم مهر ماه در مازندران خبر داد. محمد سیامک نیا، فیلمساز اهل تبریز، روز شنبه دو مهر ماه در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا کنون در خصوص اتهامات مطروحه و نهاد بازداشت کننده این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. در طی روزهای اول مهر ماه دو شهروند در شهرهای سنندج و اشنویه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هویت این دو شهروند کمال اسماعیلی و چیاکو بیگلری عنوان شده است. سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دست کم 76 نفر در ایران تا روز چهارم مهر ماه در تجمع‌های اعتراضی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده است. از آغاز اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی در شهر پاوه تا ششم مهر ماه دست کم 36 شهروند و فعال مدنی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده و گفته می شود ماموران امنیتی در بازداشتگاه اداره اطلاعات پاوه افراد بازداشت شده که بیشترشان بین 15 تا 20 سال سن دارند را برای گرفتن اعترافات اجباری به شدت مورد شکنجه قرار دادند. در چهارم مهر ماه پس از انتشار گزارش های تایید تجاوز صورت گرفته به دختر 15 ساله بلوچ
ارگان‌های امنیتی این خانواده را که برای پیگیری شکایت به زاهدان رفته بودند در حصر خانگی قرار دادند. عرفان کوهزاد شهروند ساکن کرج در مهر ماه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پیشتر در جریان اعتراضات بر اثر تیراندازی ماموران نیز زخمی شده بود. یک جوان اهل اشنویه به نام فریاد حمزه شوری 21 ساله به طوری که از هوش رفته بود توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و در پی انتشار این خبر همچنین خبرگزاری هرانا اعلام کرد که تاکنون یعنی پنجم مهر ماه بیش از 100 نفر از جوانان در اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که هویت نزدیک به 40 نفر از آنها تاکنون برای هنگاو احراز شده و همچنین این سازمان تا همان تاریخ از بازداشت بیش از 10 نفر از جوانان کرد نیز خبر داده بود. مهنوش تافیان فعال رسانه‌ای نیز توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 4 نفر از فعالین مدنی اهل دهگلان به نامهای مهدی جوانمردی، فؤاد احمدی، انور شاکری و مسعود امیری پس از هجوم شبانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بیان عزیزی فعال حقوق زنان، شاعر و نویسنده در جریان اعتراضات در مهما در شهر سنندج نیز بازداشت شد. این فعال حقوق زنان دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و پژوهشگر حقوق بشر نیز هست و سالهاست در حوزه قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانگی فعالیت می‌کنند. 2 فعال مدنی اهل سنندج به نام‌های گلاویژ طهماسبی 39 ساله و سمیه ابراهیمی 36 ساله در جریان اعتراضات مردمی به قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در حین بازداشت این 2 فعال اقدام به ضرب و شتم شدید آنها نمودند. در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به سمت معترضان در زاهدان 10 تن کشته و زخمی شده و گفته می شود نیروهای نظامی پس از انتقال مجروحان به بیمارستان‌های زاهدان مانع از امداد رسانی پرسنل بیمارستان برای خدمت رسانی به مجروحان شدند. آمار کشته و زخمی‌ها با تیراندازی نیروهای نظامی همچنان در حال افزایش است. بر اساس منابع موثق مردمی و شاهدان عینی دست کم اسامی 42 کشته ثبت و آمار 197 نفر مجروح را تایید شده که 160 نفر با تیر جنگی و بقیه در اثر اصابت تیر ساچمه این مجروح شده بودند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده بود و همچنین لازم به ذکر است که تعداد زیادی افراد بی‌شناسنامه نیز هم در میان این افراد موجود بودند. 1 فعال اجتماعی بلوچ به نام مبین بلوچ توسط نیروهای اطلاعات سپاه چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود ارگان‌های امنیتی یکی 2 روز پیش از بازداشت به صورت تلفنی وی را تهدید به بازداشت و پرونده سازی نیز کرده بودند. نیروهای نظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی پس از حادثه روز جمعه در مصلی اهل سنت زاهدان که با تیراندازی خود باعث کشته و زخمی شدن صدها نمازگزار شدند، در حال سرکوب مردم با روش‌های مختلف جهت ایجاد ترس و وحشت نیز هستند. 56 کشته و بیش از 300 زخمی به همراه مشخصات به ثبت رسیده است که این آمار همچنان در حال افزایش است. اعتراضات در مناطق مختلف بلوچستان به ویژه در شهر زاهدان همچنان ادامه دارد و در این شهر حکومت نظامی نیز اعلام شده بود. گزارش‌ها حاکی است که در بیمارستان‌های این شهر نیز به دلیل تعداد زیاد زخمی‌ها با کمبود شدید خون مواجه شده و نیروهای نظامی مانع از خدمات رسانی پرسنل بیمارستان‌ها به مجروحان شدند. 5 دختر دانش آموز بلوچ 15 تا 17 ساله نیز توسط نیروهای نظامی در چابهار بازداشت شدند. گفته می‌شود این 5 دختر بلوچ که فامیل یکدیگر و همکلاسی بودند به همراه هم برای خرید روزانه به بلوک بازار چابهار یعنی بازار سنتی رفته بودند که توسط نیروهای نظامی بازداشت شده. نیروهای نظامی و قضایی اتهام این دختران را حضور در اعتراضات چابهار عنوان کردند. متاسفانه موارد نقض اینقدر زیاد بود که
وقت جلسه اجازه نمیده و حتی یعنی اگه بخوایم آمار کامل و جامع مهر ماه رو در بیاریم فکر کنم شاید بیشتر از یک ساعت زمان نیاز بود و حالا این گزارشات و اخبارهایی هم که اعلام شد کل 30 مورد موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه، حالا به خاطر این کمبود وقت دیگه این برای هر کدومش تک تک اینا رو عنوان نکردم، ولی در مجموع اگه بخوایم این اعتراضات و این موارد نقض رو که داره اتفاق میفته تحلیل کنیم، باید برای هر کدوم 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر رو متاسفانه اعلام کنیم. تشکر از وقتی، ولی من یه مورد رو اعلام کنم که دوستان و حالا کسانی که ما رو میبینن اگر که این اطلاعات کامل رو میخوان که بخونن میتونن به سایت کانون حقوق بشر در ایران و به طور اختصاصی به کمیته دفاع از حقوق اقوام ملل ایرانی هم مراجعه کنن و در اونجا کامل همه این آمار تا به امروز اعلام شده. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم خانم رهایی، متشکرم از شما. متاسفانه بله ماه گذشته نقضای خیلی زیادی اتفاق افتاد، یعنی اون همه کشتار و سرکوب و زندان و شکنجه و تجاوز و این هر چیزی که بگید ما حداقل توی یک ماه گذشته دیدیم، یعنی چیزی نبود که واقعا ندیده باشیم، نقضی نیست که واقعا اتفاق نیفتاده باشه حداقل توی یک ماه گذشته، و خب خیلی زیاده واقعا. اگه بخوام در موردش صحبت کنیم ساعت ها وقت می‌بره. سپاسگزارم از شما، از دوستان، همراهان عزیز. اگر در رابطه با گزارش نقض ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنونم از شما. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما سرکار خانم غزال سادات ابتهی با کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 10، 11 و 12 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم ابتهی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و درود خدمت همکاران گرامی و همراهان گرامی، امروز در مورد کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ماده 10، 11، 12 و مقایسه آن با قوانین با قانون اساسی صحبت می‌کنیم. دوبل عاقد این قرارداد نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افراد انسانی و کلیه دول عضو ملل متحد متعهد شدند که منفردند و مشترکند با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد، یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر، یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند. نظر به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه بدون تمایز به خصوص از حیثیت از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند. نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. نظر به این که ملل متحد استعمار و کلیه روش‌های تفکیک و تبعیضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلامیه مورخ 14 دسامبر 1960 راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره، قطعنامه 1514 دوره 15 مجمع عمومی، لزوم ختم سریع و بی قید و شرط استعمار را تایید و رسما اعلام نموده است.
نظر به این که اعلامیه مورخ 20 نوامبر 1963 1963 ملل متحد، قطعنامه 1904 دوره 18 مجمع عمومی راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسما لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد تایید قرار داده. با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت مبتنی بر اختلاف بین نژاد با مبتنی بر اختلاف بین نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و تبعیض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی باشد، با تایید مجدد اینکه تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت آمیز در میان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل کند. با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست، با احساس خطر از مظاهر تبعیض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نیز از سیاست‌های حکومتی مبتنی بر برتری یا تنفر نژادی از قبیل آپارتاید و تفکیک وجدانی، مصمم به اتخاذ کلیه تدابیر لازم برای امحای سریع کلیه اشکال و تمامی مظاهر تبعیض نژادی و مصمم به پیشگیری و مبارزه با فرضیه‌ها و رویه‌های نژادی به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها بر مبنای یک جامعه بین المللی که از قید کلیه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی آزاد باشد. با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه، مصوب سازمان بین المللی کار در سال 1958 و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو در سال 1960 به تصویب رسیده، با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند. با توجه به کمبود وقت و پرمحتوا بودن این قراردادنامه، در این ماه فقط به مواد 10، 11 و 12 می‌پردازم. در ابتدا مفهوم کمیته را برایتان ایراد می‌کنم. کمیته به منظور رفع تبعیضات نژادی مرکب از 18 نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که من باب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزیع جغرافیایی عادلانه و در بر گرفتن اشکال مختلفی تمدن و سیستم‌های عمده غذایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. ماده 10، کنوانسیون تبعیض نژادی. کمیته آیین‌نامه و مقررات داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد کرد. کمیته ای به منظور رفع تبعیضات نژادی که از این پس کمیته نامیده می شود، مرکب از 18 نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بی‌طرفی که منباب اهلیت و مقام شخصی انجام وظیفه خواهند نمود، از طرف دول عاقد با توجه به لزوم سرکا خانم عبدالی، مایکتون قطع شد. من دوباره مایکو باز میکنم براتون ادامه بدم. بله، الان درست شد؟ بله، بفرمایید. بله، عادلانه و در بر گرفتن اشکال مختلفی تمدن و سیستم‌های عمده غذایی انتخاب می‌شوند تشکیل خواهد شد. کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد نمود. دبیرخانه کمیته به عهده دبیر کل ملل متحد خواهد بود. جلسات کمیته عادتاً در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد بود گردید. ماده 11 تبعیض نژادی بند 1، هرگاه یکی از دول عضو چنین تشخیص دهد
دهد که یکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرئی و مجری نمیداند، می تواند توجه کمیته را به موضوع جلب کند. کمیته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه می رساند. دولت مربوطه ظرف 3 ماه توضیحات کتبی برای روشن شدن قضیه و اندل لزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آید تسلیم کمیته می کند. 2. هرگاه ظرف 6 ماه پس از اطلاع اولیه به دولت دریافت کننده موضوع از طریق مذاکرات دو جانبه یا از طریق دیگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرض الطرفین حل و فصل نشود، هر یک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجدداً به وسیله یادداشتی به کمیته مرجوع دارد و مراتب را به دولت دیگر نیز اطلاع دهد. 3. کمیته فقط در صورتی می تواند در مورد یک اختلاف طبق بند دو این ماده رسیدگی نماید که قبلا اطمینان حاصل کرده باشد که کلیه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که بر اساس اصول کلی در مورد قبول حقوق بین المللی استوار باشد مورد استفاده و توسل قرار گرفته است. این قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مباعد طولانی غیر معقولی باشد اعمال نمی گردد. 4. کمیته می تواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع می شود اطلاعات تکمیلی دیگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد. 5. در مواقعی که کمیته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی می باشد، هر یک از دول ذینفع می توانند نماینده‌ای تعیین کنند که بدون داشتن حق رأی در تمام مدت رسیدگی در جلسات کمیته شرکت نماید. و اما اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل سوم بند 8 میگوید مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش، و بند 9 چنین نوشته شده که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. اما آیا این واقعیت دارد؟ آیا واقعاً به قوانینی که خود نوشتن عمل می‌کنند؟ نیازی به پرسش و پاسخ نیست. ما هر روز در جامعه ایران این موضوع را به صورت واضح می‌بینیم. در سیستان و بلوچستان، کردستان، سنندج، مریوان و هزاران شهر ایران مردم حتی اجازه اعتراض نداشته و نخواهند داشت و پاسخ اعتراض و حق‌خواهی مردم و شرکت در سیاست و فرهنگ کشورشان فقط گلوله و ضرب و شتم، شکنجه و زندان و اعدام است. ماده 12 کنوانسیون تبعیض بند 1 الف. پس از آنکه کمیته کلیه اطلاعاتی را که لازم تشخیص می‌دهد تحصیل نمود و مورد بررسی قرار داد، رئیس کمیته کمیسیون سازش ویژه‌ای که منبر کمیسیون نامیده می‌شود، مرکب از 5 تن که ممکن است عضو کمیته باشند و یا نباشند، تعیین خواهد کرد. اعضای کمیسیون با رضایت کامل طرفین اختلاف انتخاب می شوند و کمیسیون مساعی جمیله خود را به منظور یافتن راه حل دوستانه موضوع که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد برای دول ذینفع به کار خواهد برد. بند 1 به هرگاه طرفین اختلاف ظرف 3 ماه در خصوص ترکیب کمیسیون جزءاً یا کلاً به توافق نرسند، آن عده از اعضای کمیسیون که مورد توافق طرفین اختلاف قرار نگرفتند با رأی مخفی و به اکثریت 2/3 آرا اعضای کمیته از بین اعضای خود کمیته انتخاب خواهد شد. 2. اعضای کمیسیون منباب اهلیت و مقام شخصی خود خدمت می کنند و نباید از اتباع دول طرف اختلاف یا از اتباع دول غیر عضو قرارداد حاضر شوند. 3. کمیسیون رئیس خود را انتخاب و روش کار و آیین‌نامه داخلی خود را تعیین و تصویب خواهد نمود. 4. جلسات کمیسیون عادتاً در مقر سازمان ملل متحد یا محل مناسب دیگری که کمیسیون تعیین کند منعقد خواهد گردید. 5.
دبیرخانه مذکور در بند 3 ماده 10 قرارداد حاضر در صورتی که اختلاف بین دول موجب تشکیل کمیسیون شود، خدمات خود را در اختیار کمیسیون می‌گذارد. 6. دول طرف اختلاف هزینه اعضای کمیسیون را بر اساس صورت برآوردی که به وسیله دبیر کل تسلیم می‌شود، به سوی پرداخت خواهد نمود. 7. دبیر کل اختیار دارد در صورت لزوم پیش از آن که دول طرف اختلاف هزینه های متعلقه را طبق بند 6 این ماده تادیه نمایند، هزینه اعضای کمیسیون را پرداخت نمایند. 8. اطلاعاتی که کمیته تحصیل و بررسی نموده در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون می تواند از دول زیرب تقاضای ارسال اطلاعات مربوطه دیگری را بنماید. در اینجا به اصل 19 هم اشاره داریم. مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اما آیا چنین است؟ روزانه در اخبار و گزارشات می‌بینیم که حتی اقوام ایران اجازه داشتن نامی متناسب با فرهنگ خود برای فرزندانشان را ندارند و فقط اسامی را باید از اسامی فارسی انتخاب کرد. این چه حقوق مساوی است؟ و یا اگر از اشتغال و آموزش و امکانات رفاهی و هر آنچه که بخواهیم مقایسه کنیم، می‌بینیم در گوشه گوشه این مرز و بوم، هر کجا که اقوام کرد و ترک و بلوچ و غیره می‌بینیم، از کلیه امکانات اولیه محروم هستند. اصل 26 هم. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌تواند شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این اصل نشان آن دارد که کلیه احزاب حق داشتن کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد. اما به واقع چنین است؟ خیر، ما هر روزه می‌بینیم و می‌شنویم که مدام احزاب کرد ایرانی را به عنوان تروریست می‌خوانند و مدام در اخبارها می‌شنویم اشخاصی را به عنوان اینکه در یکی از احزاب عضو هستند مورد بازداشت و زندان و به تب آنها را به اتهامات واهی جاسوسی محکوم کرده و سالها زیر بار شکنجه قرار داده یا اعدام می‌کنند. با توجه به مطالبی که امروز به حضورتان خوانده و اعلام کردم، برای همه مهرس شده که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران قوانین را فقط بر روی کاغذ نوشتند، نه برای اجرایی کردن آن. در این میان نه تنها اقوام و ملل ایران بلکه کل جامعه ایران در خفقان وجود نداشتن قانونی عادلانه در زیر فشار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هستند. تموم شد سخنرانی من. مرسی از شما، ممنونم خانم عبتهی، سپاسگزارم. متاسفانه در رابطه با تبعیض نژادی که توی کشورمون حالا سالیان سالی داره اتفاق میفته، حالا فقط مربوط به جمهوری اسلامی هم نمیشه، خب حالا از قبلش هم بوده، توی جمهوری اسلامی تشدید شده، الان که حالا هرچی جلوتر میایم میبینیم که متاسفانه و از روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. یعنی شاید تا چند سال پیش یه جورایی خیلی حالا بولد نبود، خیلی نمیشد ببینیم، ولی الان واقعا داریم به وضوح میبینیم حالا تبعیضایی که داره علیه اقوام مخصوصا بلوچ، اقوام کرد داره اتفاق میفته. واقعا اصلا تاسف‌باره، همونجوری که هم شما فرمودید، حتی یه اسم خیلی ساده، اسمی که واقعا جزء حقوق اولیه و شاید اصلا کسی بهش فکر نکنه تو هیچ کجای دنیا، که حتی شما بخواید اسم انتخاب کنید باید از اون حکومت، اون دولت، اون کشور اجازه بگیرید که من اجازه دارم این اسمو برای پسرم یا برای دخترم انتخاب کنم یا نه. ولی واقعا خنده داره، شاید هر جای دنیا اینو بگی واقعا میخندم با آدم، ولی واقعا متاسفانه ما هنوز داریم برای یه همچین حقی داریم میجنگیم. امیدوارم روزی برسه که واقعا این حقات حقی نباشه که اصلا ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، جز حقوق ذاتیمون باشه که مثل نفس کشیدن، مثل خوردن، مثل راه رفتن، اینا جز حقوق باشه که بهمون داده بشه و نیازی نباشه که اصلا بخوایمش.
مرسی از شما دوستان، خواهش همکاران میکنم. گرامی. اگر در رابطه با کنوانسیون ارائه شده نقطه نظر، بله خانم مباشری کنم، بفرمایید. خواهش میکنم، میشنویم شما. سلام، عرض ادب دارم خدمت همه همکاران گرامی. بله، این کنوانسیون یکی از کنوانسیون هایی هست که تبعیض نژادی رو در جمهوری اسلامی ایران به واقع نشون میده. ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی صریح نوشته شده که همه اقوام، همه ملت ها، همه احزاب آزاد هستند. اما وقتی که زمانی میرسه که شما میبینید که میخوان افراد از حق و حقوق خودشون دفاع کنند و به قولی به اون حقوق خودشون برسن، متاسفانه هیچ اجازه ای ندارن که بتونن این حق و حقوق رو بتونن به حق احقاق حقوق کنن. و این بزرگترین چالش است که متاسفانه در کشور ایران هست و تا زمانی که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران این روش رو ادامه میدن، هیچ یک از اقوام ایران آزادی بیان، آزادی زندگی کردن، آزادی حیات و حتی اجازه اون آموزش روزمره ساده خودشون رو نخواهند داشت. ممنون از اینکه ما رو در اختیار من قرار دادید. بله ممنونم خانم مباشری. آره دیگه، در واقع بیشترین تبعیضی که داره اتفاق میفته ما تو بحثمون آموزش میتونیم ببینیم اینو به وضوح، که واقعا سیستم آموزشیمون از همون بچگی، یعنی از همون کودک که واقعا وارد دبستان میشه، اون تبعیض رو علیش اعمال میکنه تا اون شخص وارد بزرگ میشه، وارد دانشگاه میشه، بعد وارد بازار کار میشه. این تبعیض رو طول دوران زندگیش میتونه قشنگ اینو به وضوح حس بکنه. مرسی از شما. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای مهدی افشارزاده با موضوع قطعه زنجیره‌ای. جناب آقای افشارزاده بفرمایید. خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، سخنرانی خودم را آغاز میکنم با موضوع قطعه زنجیره‌ای. قتل زنجیره‌ای به کشتار برخی از افراد، شخصیت‌ها، حالا چه شخصیت‌های اجتماعی، چه فرهنگی و سیاسی که منتقد بودند، منتقد به جمهوری اسلامی، در دهه 70 خورشیدی اتفاق افتاد و نه فقط در داخل ایران. دامنه این قتل‌ها به خارج هم کشیده شد و اون زمان گفتن که منابعی دارن که دلایلش به خاطر فتوای برخی از روحانیون بلندپایه بودن و روحانیون فتوا رو دادن و پرسنل وزارت اطلاعات این قتل‌ها رو انجام دادن. اون زمان وزارت دست علی فلاحیان بود که وزیر اطلاعات هاشمی رفسنجانی بود. بعدم که محمد خاتمی اومد مسئول شد، قربان علی نجف آباد. وزارت اطلاعات اطلاعی عوامل قتل ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات معرفی کرد که آلت دست عوامل بیگانه هستند. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت تیمی خارج از وزارت اطلاعات رو بدون حضور وزیر وقت رو مسئول رسیدگی به این پرونده کرد و بعد از یک ماه تعقیب دست داشتن مقامات بلندپایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها اعلام و دستگیر شد و نجف آبادی، دوری نجف آبادی وزیر وقت، فوراً برکنار شد و علی یونسی جایگزین شد. بابت این قتل‌ها دادگاه‌های اتفاق افتاد. دادگاه‌های قتل‌های زنجیری پس از توقیف مطبوعات در بهار 79، دستگیر و زندانی کردن روزنامه نگاران پیگیر موضوع که امادالدین باقی و اکبر گنجی بودند. و جالب اینه که در اون جلسه دادگاه هیئت منصفه هم حضور نداشتند و خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی از جلسات دادگاه حضور پیدا نکردند.
در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاد و قربانیان این قتل‌ها بیش از 80 نفر بودند. و وقتی که نگاه می‌کنیم که این افراد چه کارهایی را انجام دادن، جزو کدوم قشر بودند، نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنشگران سیاسی و شهروندان عادی، مشخص میکنه که اینا فقط یک گروه خاص رو در نظر نداشتن. هر کسی در هر جایگاهی که مخالف نظام باشه و برای به قتل رسوندنم از تمام تاکتیکای مورد نظر استفاده میکرد. تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی و تزریق پتاسیم. چون تزریق پتاسیم یه حالتی شبیه سازی حمله قلبی رو به وجود میاره که نتیجهش میشه فوت اون فرد. مجموع این قتل‌ها در پاییز و زمستان سال 77 هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسنده مخالف نظام، اون هم در عرض 2 ماه دیگه تبدیل به یک بحران جدی شد. خب هر کدوم از گروه های سیاسی که اون موقع بودن و فعالیت میکردن گروه مخالف رو محکوم میکردن به دست داشتن و پیشبرد اهداف خودشون. ولی اون چیزی که خیلی آشکار شده بود این که این قتل‌ها به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اون گروه سیاسیشون اصلاح طلبا و اون کسایی که ازشون پشتیبانی میکردن برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته بود. و موضوع اینه که اون افرادی که تو این زمینه مقصر شناخته شدن خودشون قربانیایی بودن که از مقامات بالای همین نظام دستور گرفتن. در طول سالهای متمادی در داخل وزارت اطلاعات سازوکار رسمی تثبیت شده که هدف اون قتل مخفیانه و فراقانونی افراد بود. فراقانونی در اینجا همون فتوایی که یک مثلا به قول خودشون مجتهد میده که این فرد میتونه به قتل برسه و فراتر از قانون نیاز به دادگاهی و این موارد نداره. با این وجود بنیادگرایان یا اون زمان جناح حاکم در کشور که مخالف جدی دیگراندیشان و همین اصلاح طلبان بودن عامل قتل‌ها را ابرقدرت خارجی معرفی می‌کردند و به خصوص اسرائیل رو هدف گرفته بودن. و بعدش هم که یه فیلمی اومد که اینا دارن اعتراف می‌کنن دستگیر شدگان قتل‌های زنجیری رو نشون داد تلویزیون که گفتن که ما از طرف موساد، CIA، FBI ما از این افراد یعنی از این سازمان ها پول گرفته بودیم که این آشوب رو در ایران به وجود بیاره. پیش از 2 دهه است پس از وقوع قتل ها در پاییز 77 این موضوع دوباره تازه شد. تو چه سالی؟ سال 98 مصطفی پور محمدی و پاسخ محمد نیازی به اون درباره ماجرا دوباره اخبار رو به صدر لیست آورد. پور محمدی 20 سال پس از اون زمان مطرح کرد که اون افراد خودسر نبودن. وقتی میگه خودسر نبودن یعنی چی؟ یعنی اون افراد مأموری بودن که دستورات مافوق خودشون رو انجام دادن. دستورات مافوق خودشون رو عملی کردن. از خود سر نبودن، یک نفر دیگه در نظام بوده که اینا فتوای اون فرد رو عملی کردن. البته به واکنش های مختلفی روبرو شد این موضوع، ولی به هر حال مصطفی پور محمدی باید بدونیم که خب یکی از اعضای هیئت مرگ بوده اون کمیته اعدام سال 67 و وقتی میگه قتل‌های زنجیره خود سر نبوده یعنی اینکه بله این قتل ها از درون نظام انجام شده. و یه موضوع خیلی جالبی هم هست، خب این دادگاه ها که برگزار شد حالا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد
و همه اون افراد هم حکم گرفتن، ولی جالب بدونیم که خیلی هاشون آزادن و الان دارن تو ایران زندگی میکنن و بر پایه تئوری های مختلف قطعه زنجیری اصلا ممکنه پروژه مشترکی باشه که هم اصولگرایان هم اصلاح طلبان با هم این پروژه رو آغاز کردن بابت اون آشوبی که بخواد به وجود بیاد و استارت بخوره. من کلی درباره قطعه زنجیری صحبت کردم، حالا میخوام به یک مورد خاص بپردازم، تعدادشون خب زیاده. یک موضوع هست به نام اشتباه ساده، دو کلمه، اشتباه ساده. اشتباه ساده نامیه که وزارت اطلاعات روی جنایات قتل حمید حاجی زاده و پسر خردسالش کارون گذاشت، جنایتی که به تعبیر اون آقای کرمان انگیزهی به بزرگی چه میدونم یک درخت بسیار بزرگ میخواست. و چه چیزی و چه انگیزه ای میتونه باعث بشه که یک نویسنده و شاعری که حالا اصلا ناراضیه با اسم رمز تهاجم فرهنگی با اون شرایط مسئله بشه و فوت کنه و کشته بشه؟ نام حمید حاجی زاده در لیست اسامی کسانیه که وزارت اطلاعات اونا رو برای قتل نشون کرده بود، یعنی تو اون لیستی که داشتن 1 2 3 4 5 6 این جزء اون 4 نفر اول بوده و باورش سخته که یه شاعر رو صرفاً برای اون شعرهایی که گفته به قتل برسونه، اونم با اون حالت بسیار فجیع، هم خودش هم فرزندش. حالا اصلا حمید حاجی زاده اصلا کی بوده؟ حمید حاجی زاده شاعر و نویسنده کرمانی بود که شاعری شغلش نبود، در واقع معلم بود، شعر اون علاقش بوده که تو وقتهای تفریحش انجام میداده و اون اشعاری هم که میسروده با اسم متخلص بود، تخلصش هم سحر بود که در سال 1329 از ددک روستا از تباب استای کرمان به دنیا آمده. این فرد پس از انقلاب اسلامی در رشته حقوق قضایی در دانشگاه شهید بهشتی تحصیل کرد، اما اون زمان که انقلاب فرهنگی صورت گرفت خب دانشگاه تعطیل شد و به گفته نزدیکاش یکی از هواداران جبهه ملی هم بوده و زمانی که دانشگاه تعطیل میشه و این فرد دیگه نه درس میتونه بکنه نه کار مناسبی پیدا کنه، پشت یک دکه ساندویچی کار میکنه و اون کتابشو که بخونیم و کسایی که میرفتن از ساندویچ میگرفتن میگفتن خیلی ناشیانه حتی ساندویچ درست میکرد، یعنی اصلا شغلش این نبوده، ولی بخواد، ولی به جای اینکه وارد اون حزب و اون جبهه ملی خودش بشه و اونجا بخواد کار کنه، تصمیم گرفته بود که مستقل باشه، تصمیم گرفته بود که خودش تک کار کنه که نخواد طبق خواسته اونا شعر بسونه. اما وقتی که دانشگاه باز شد به دانشگاه شهید باهنر کرمان رفت و از اون دانشگاه هم لیسانس ادبیات گرفت و در نهایت هم به خدمت آموزش پرورش کرمان در اومد. متاسفانه عمر بسیار کوتاهی داشت چون اسم فرزندش کارون بود، برادر حمید حاجی زاده و عموی کارون در اون نوشته‌هایی که داره تاکید میکنه که قتل برادر و برادرزاده‌اش بسیار استادانه طراحی شده بود و اون افراد انقدر تعدادشون زیاد بود که حمید حاجی زاده دست به مقاومتی بیفایده زده بود، چون گفته بود بنا به نظر پزشک قانونی با هر ضربه کارد حمید، یعنی هر ضربه که کارد میخوره، این حمید تیغه چاقو رو میگرفته و قاتل رو میکشیده، برای همین کف دستاش بالا بالغ بر 20-25 تا شکاف بسیار عمیق داشته.
و وقتی که بعضی هم به صورت کارون پسرش نگاه میکردن، به قول اون روستایی ها حالت گود پدمک گرفته بود، یعنی چهره ای که یه گوسفندی، سمت کرمان اینجوری میگه، یه گوسفندی وقتی یه گرگو میبینه یهو قف میشه، یهو خشک میشه. و فرزند حمید حاجی‌زاده هم زمانی که با جسدش روبرو میشن میبینن همون حالت رو داره، یعنی از ترس خشک شده بوده، ولی اون افراد با تعداد 16 ضربه فرزندش رو به قتل رسوندن. پیگیری قتل زنجیره‌ای در مطبوعات اون زمانی که این قتل‌ها برملا شد، تا سالها بعد فضای مطبوعاتی ایران رو کاملا تحت تاثیر خودشون قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و همچنین می‌پردازند، در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح طلب به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، اون سمت روزنامه‌های راستگرا این عوامل رو قتل‌های غیر حکومتی، عوامل بیگانه و دشمنان و مخالفان نظام معرفی بود که دو تا روزنامه تو صدر بودن، خرداد و صبح امروز، و بیشتر تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجراهای قتل‌های زنجیره رو منتشر می‌کردند، در حالی که ابعاد گسترده این قتل‌ها نمایان می‌شد، اونا این پرونده‌ها رو به یک پرونده ملی تبدیل کردند. مدیر مسئول روزنامه خرداد آقای سعید حجاریان میگه که ما تلاش کردیم تا هیچ شماره از روزنامه صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای منتشر نشود و این انتشار پیاپی این اخبار و سلسله مقالاتی که حالا خدا اکبر گنجی و امام‌الدین باقی چاپ می‌کردن خیلی تأثیرگذار بود که این واقع و این اتفاق تلخ از یاد و خاطره مردم پاک نشه بی نهایت. فکر کنم سال 1400 بود، سال یعنی شمسی سال 1400 بود که همسر حمید حاجی زاده برای اولین بار اومد درباره اون اتفاق صحبت کرد، و زمانی که داشت صحبت میکرد و اون حالا چند ثانیه کلیپ بود و بعد بقیهش که متن بود، و وقتی که صحبت میکرد کاملا ترس رو میشد از چهرهش، از زبان بدنش فهمید. با رادیو فردا مصاحبه کرده بود. اون مادر، این مادر کارون، حالا به شدت متأثر بود و گریه میکرد. یه جزئیات تکاندهندی از واقعه گفت که رسما وقتی ما بهش فکر میکنیم میبینیم این فرد دیگه دچار فروپاشی شده، و تو صحبتاش میگفت که یعنی همسر حمید حاجی‌زاده داشت تو صحبتاش میگفت که بعد از این اتفاق من انقدر دچار فروپاشی شده بودم که به مادر خودم میگفتم تو چرا منو به دنیا آوردی که من ازدواج کنم و کارون رو به دنیا بیارم و کارون اینجوری از دنیا بره، و خودم رو مجرم حساب میکنم که چرا کارون رو به دنیا آوردم. اصلا من چی از این دنیا و این حکومت دیده بودم که اجازه دادم پسرم به دنیا بیاد، بچه‌م به دنیا بیاد. و این اتفاقاتی بود که در قتل‌های زنجیره‌ای تعدادشون بسیار زیاده، یعنی بخوایم درباره تمام زاویه‌های صحبت کنیم، دادگاه‌ها رو ما داشتیم، تحلیل رهبر خودخوانده ایران رو داریم، و بعد محکومینی که اعلام کردن که خیلی هاشون الان آزادن و دارن زندگیشون رو میکنن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی واقعیتی که عوض نمیشه اینه، حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌هایی که بر پایه زور بنا شدن
و یکی از ابزارهای کنترل مردم ترس و حظ فیزیکی اونا هستن، مطمئناً توانی برای بقا نخواهند داشتن طولانی مدت. و به هر طریقی مسالمت آمیز، جنگ ها، جنگ های نامنظم خیابانی، آشوب ها، اعتراضات، نتیجهش میشه حذف این حکومت ها. و برای اینکه مردم با هم متحد بشن، خیلی بهتره که هم مردم از گذشته اطلاعات کسب کنن، هم از اون حق هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر براشون تعریف شده و حق اولیه اون افراده، و شاید متاسفانه خیلی هم ازش آگاهی ندارن. به امید روزی که دیگه شاهد این اخبار نباشیم. به امید ایران آزاد. سپاس از همه شما خوبان. ممنونم جناب آقای افشارزاده، سپاسگزارم. متاسفانه وقتی صحبت از این قتل ها میشه و اون کشته ها به اون شکل و شمالی که واقعا اتفاق افتاده، واقعا دل هر آدمی رو واقعا به درد میاره. آدم وقتی میشینه فکر میکنه که چه جنایت هایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده توی این سالها، واقعا زبونش قاصره بخواد توصیف بکنه که درد و رنجی که متاسفانه اون خانواده های اون کشته شده ها کشیدن. واقعا آدم شاید تا توی اون موقعیت نباشه نتونه شاید این مسئله رو درک بکنه، ولی واقعا خیلی واقعا سخته براش. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما رو. درود و عرض ادب خدمت همکاران عزیز. ممنون از آقای افشارزاده بابت انتخاب موضوعشون. من خواستم یه نکته رو اضافه کنم به این که حالا این زنجیره ای یا ترورهای دیگه یا فجایعی که جمهوری اسلامی انجام میده در واقع آخوندها انجام میدن، اینا ریشه تاریخی داره. اصلا آخوند از زمان پیدایشش، حالا آخوند شیعه رو من عرض میکنم، از زمان پیدایشش همیشه دست به جنایت زده. اگر بخوام یکم به گذشته برگردیم، از ترورهاشون بگیم، از نواب صفوی بگیم که فکر می‌کنم یکی از شناخته شده ترین تروریست ها بوده که خامنه ای هم اراده و خاصی بهش داره، و بیایم به جلو به اون ترورهایی که اوائل انقلاب صورت گرفت، قصدهایی که صورت گرفت. حالا آقای افشارزاده اشاره کردن به هارون حاجی‌زاده که خب آقای یک کودک دیگه که گناهی کرده که باید به اون شکل خوشه بشه. البته این قطعه زنجیره‌ای رو و البته فجایع دیگر رو باید این مدلی بسنجیم که میتونم بگم 80-90% از فجایعی که توی ایران رخ داده، فجایع بزرگ که رخ داده، همشون بدون استثنا در زمان اصلاح طلب بوده. یعنی این که مردم حالا به خوبی از اصلاح طلب ها هم گذشتن نشونه خیلی خوبیه. و من بگم که اصلاح طلب ها به بسا بدتر و خطرناکتر از اصولگرا هستن. شما وقتی با دشمن طرفی میدونی که دشمنه، ولی وقتی با یک دشمن دوست نما طرفی نمیدونی که چیکار کنی. ما قبلا نمیدونستیم، یکی خود من، خب منم فرید این افراد رو خورده بودم تو این انتخابات احمقانه سال 73 شرکت کردم، ولی خب فقط همون یه مورد بود، ولی بعدش فهمیدن که کلاه گشادی سرم رفته. در هر صورت خواستم بگم که این موضوع موضوع تاریخیه، یعنی فجایعی که آخوندی انجام میده تاریخیه. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. سپاسگزارم جناب آقای شایگان عزیز، ممنون. جناب آقای بلوردی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. سلام خدمت همه دوستان و همکاران عزیز، ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتیم. دوستان، این در مورد قتل‌های زنجیری یا قتل‌های مشابه یک نکته مشترک است که من احساس کردم اصلا بهش پرداخته نمیشه. تمام این قتل‌ها با حکم شرعیه، یعنی شما اصلا اون نواب صفوی قتل‌های شما دهه 20 و 30 یا ترورایی که هم موقع نخست وزیر ایران ترور شد، حتی به شاه گلوله شلیک کردن که به صورتش خورد و از طرف دیگه در اومد، یعنی تمام این ترورا شما نگاه بکنید همشون به حکم شهری هم.
یعنی که شخصی که این ترورها رو انجام داده، مثلا شما پرونده همین قطعهای زنجیری، حتی قطعهای زنجیری هست به نظر من نبگیم، بعد بگیم که قطعهای فقهی، یعنی اینا با حکم فقهی این کار کرده، اصلا ربطی به وزارت اطلاعات نداشت، اینا بعدها یه موره سوخته تو وزارت اطلاعات بود، تو بند خدا رو بردن کشتنش رو انداختن، گفتن قطعا گردن وزارت اطلاعات بود، در صورت که ما وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی دست فقها هاست، یعنی شما هم الان وزیر اطلاعات رو نگاه بکنین اما به سر، اصلا ما وزارت اطلاعات نداریم، وزارت فقهیه، یعنی اینا کسایی که اون بالا هستن با حکم شرعی مثلا به اون مأمور اسلحه میدن، میگن برو بکش، گناهش هم روز قیامت گردن ما، کسی هم قاصر رو پل صراط بندازت پایین ما تناب میندازیم میکشیمت بالا، میگیم ما گفتیم، یعنی شما تو زندان ها هست اون کسی که شلاق میزنه قرآن میذاره زیر بغلش با حکم شهری شلاق میزنه. ما پرونده های تجاوز هایی داشتیم که تو دهه 60 دخترایی بودن از گروه که توده یا مجاهدین هر کسی بوده، حالا کلا گروه های چپ یا راست فرق نمی کنه، میخواستن اعدام بکنن، اما پرونده هاش خودشون دادن بیرون که موقعی که میخواستن به اینا تجاوز بکنن با حکم شهری بوده، یعنی یه آخون میومده اینا رو عقد میکرده میگفته خب حالا شما بهش تجاوز کنم میخواییم بریم اعدامش کن. این نکته خیلی مهمه دوستان که شما ببینید اینا همش یعنی از فقه داره میاد، یعنی یه باوری واقعا پشتشه، نه اینکه طرف قاتل جانیه، بله طرف قاتل جانیه، دیوانه است، اسکیزوفرنی داره، اصلا همه چی، یعنی شما هیچ چیزی نمیتونی از انسانیت در این اشخاص پیدا کنی، کسی که کارونو کشته، ولی خب شما برو ببین اون حکم پشتش چی بوده، یعنی یه دین، یه ساختار 1400 ساله مثل کوه پشت این بابا بوده که این طرف اومده این کار کرده، شما فقط میگین کارون نمیدونم مثلا ترسیده بود اینا، شما از اون 1400 سال پیشینه باید بترسیم، نه از طریقه کشته شدن کارون، از این میلیون ها جنایتی که تو این 1400 سال باور انجام شده. ممنونم از شما دوست. مرسی آقای بلوردی، کاملا درست میفرمایید، متاسفانه خیلی از این قتلا در واقع ریشه همون فقهی داره و به اون باور اون شخص برمیگرده، یعنی اون شخص اون باور داره که اگر که حالا یه کافر رو بکشه قطعا جاش توی، یعنی یه جا توی بهش برای خودش خریده با کشتن هر کافری، و باور داره و با این باور میره آدم میکشه، و متاسفانه ضربه که داریم ما میخوریم از همون باور غلطیه که متاسفانه خیلی ها دارن. سرکا خانم مباشری بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم از اینکه بار دیگه مایک رو در اختیار من قرار دادید. دقیقا من صحبت های آقای گلبندی رو تایید میکنم و در حال حاضر اگر که در اخبارها و اطلاعاتی که از ایران به دستمون میرسه از در سایت هایی که خبرگزاری میشه ما میبینیم که دوباره دارن این کار رو انجام میدن، دوباره میخوان به نام اسلام، به نام فقه، به نام هر چیزی انگ به قول معروف محاربگی و کفری و حالا هر جاسوسی یا هر چیزی که فکر کنید که به نفع خودشون باشه، این یک کلمه هست که همیشه باید بگیم که ما قانون قانونی هست که مشروطه، مشروط به دین اسلامه که به نفع خودشون هست، و این باعث میشه که اینها حکمشون رو حکم اعدام بدن و الان میخوان تمام این معترضین رو در دادگاه های مثل زمان سال 67 و سالی که این قطعهای زنجیره به وجود اومد و مخصوصا سعید سیرجانی که از طریق یک شیاپ و پتاسیون کشتن و خیلی از این مسائلی که به وجود اومد همه رو میخوان از این طریق دوباره این اقدام رو انجام بدن، و ما فقط فعالان حقوق بشر واقعا باید اونقدر اطلاع رسانی کنیم، اونقدر اطلاعات به این اون برسونیم، اونقدر به هر جایی که میتونیم چنگ بندازیم که نتونن دوباره این کار رو انجام بدن و عزیزان ما رو به پای چوبه دار ببرن. مرسی از این که ما رو در اختیار من. مرسی از شما، ممنونم خانم مباشری فر. دادگاهی که الان داره برگزار که میشه که واقعا اصلا واقعا جای شوخی داره، یادم خندش میگیره وقتی میبینه که یه پرونده هایی که شاید حالا خیلی هم گنده نیست ولی میبینی یه سال دو سال سه سال طول میکشه رسیدگی به اون پرونده، ولی الان معترض توی خیابون گرفتن، هفته بعدش حکم اعدامی صادر شده، با این سرعت عمل دارن حکم اعدام صادر میکنن، یه مش آدم هم نشستن توی مثلا خانه ملت حالا بهش میگم
اومدن رأی صادر کردن که حمایت کنن در واقع از قوه قضاییه برای صدور حکم اعدام و خواستن از قوه قضاییه که برای همه معترضا در واقع حکم اعدام صادر کنه تا این قاعده سر فیصله پیدا بکنه. ولی با هم متاسفم در اون اشخاصی که حالا یه عده به اشتباه رفتن بهشون رأی دادن و اونا رو به عنوان نماینده خودشون فرستادن توی اون مجلس، واقعا اسمشون نمیشه مجلس گذاشت، نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت، تبیله بهش بگیم شاید خیلی بیشتر بهش بیاد تا واقعا بهش بگیم مجلس، نمیدونم واقعا چی در موردش بگیم. واقعا وقتی خبرشو من شنیدم اصلا مو به تنم سیخ شد که این همه احمق توی اون مجلس نشستن و همچین حکم صادر کردن، واقعا جای خنده داره. مرسی از شما، همینطور از همه دوستان عزیز. سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزادمونه. بحث آزاد این ماهمون در واقع نگاهی به فرهنگ و تمدن ایرانمونه که این ماه تعلق داره به قوم عرب و یا اعراب، حالا هر اسمی که حالا گفته میشه. من ابتدای مقدمه عرض میکنم خدمت شما دوستان در رابطه با شناخت و معرفی قوم عرب که خب یکی از قدیمی ترین اقوامیه که توی ایران سکونت داره و خب خیلی خوشحال میشم که دوستانم در این رابطه وارد بحث بشن و تجربیاتشون رو و اطلاعاتشون رو در رابطه با این قوم، حالا چه در رابطه با رسم و رسوم و تاریخچه و حالا چه در رابطه با نقضایی که داره اتفاق میفته در رابطه با این قوم با ما به اشتراک بذارن. در واقع میشه گفت یکی از اهدافی که ما انتخاب میکنیم همچین موضوعاتی اینه که بتونیم اقوام مختلفی که توی کشورمون هستن رو به خوبی بشناسیم. قدمت حضور عرب ها توی ایران به پیش از اسلام برمیگرده و از زمان ساسانیان عرب توی جنوب و مرکز عراق و بخشایی از خوزستان امروزی زندگی میکردن. اما توی ایران امروزی عرب ها اغلب ساکن استان خوزستان و اغلب در نواحی غربی و جنوب غربی استان خوزستان مثل شهرهایی مثل اهواز، خرمشهر، آبادان، ماهشهر و حالا چند تا شهر دیگه زندگی میکنه. عربان به توی ایران مثل سایر اقوامی که توی ایران هستن دارای پوشش، زبان و فرهنگ خاص خودشون هستن. مردان عرب از پوششی به نام دشتاشه استفاده میکنن که یک لباس یک سره بلنده و معمولا به رنگ سفیده و همیشه به همراه دشتاشه از چفی استفاده میکنن که پارچه‌ای سربندیه که اونو روی سرشون میذاره. این چفی‌ها برای افرادی که سادات هستن به رنگ سبز و سیاهه و بقیه عموم مردم از رنگ‌های سفید یا رنگ‌های دیگه‌ای استفاده می‌کنه. اما این نوع از پوشش تاریخچه‌ای وابسته به محل زندگی اعراب داره، چرا که اغلب در مناطق گرم و همراه با باد و طوفان‌های شنی زندگی می‌کردن. استفاده از دشتاشه باعث خنک شدن افراد در گرما میشه و چرفیه باعث جلوگیری از وزیدن باد و شن و طوفان شن به صورت میشه. بانوان عرب هم از یک نوع چادری به نام عبا استفاده میکنن که خب اغلب به رنگ تیر است. گویش عربا به زبان عربیه. گویش عربی که توی خوزستان و اون مناطق رایجه جز گویش‌های عراقی خلیجیه و بسیار شبیه به عربی محاوریه که توی عراق استفاده میشه و این نوع از زبان عربی با اون زبان عربی که توی کشورهای عربی خلیج فارس خب کمی تفاوت داره. یکی از دلایلش هم میشه گفت به خاطر تحت تاثیر قرار گرفتن این نوع زبان با زبان فارسیه. اما یکی از فرهنگ‌های زندگی در عرب اینکه زندگیشون از نظر روابط اجتماعی ساختار عشیره‌ای داره و به قبایل مختلفی تقسیم میشن که در این ساختار دو لقب بسیار مهم دارن. یکیش ملا هست که لقبی داده میشه به یک سیدی که توی اون قوم یا توی اون عشیره یا قبیله است و یکی دیگرش هم شیخه که به
هر قبیله‌ای برای خودش یه شیخ داره که وظیفه رسیدگی به امور و حل و فصل مشکلات رو داره. که خب این عناوین و این نوع در واقع از سبک از زندگی تا حدودی، اما نه به طور کامل، به خاطر نوع زندگی‌های امروزی از بین رفته. اما یک فرهنگ خاص و یک مراسم مذهبی مهم همچنان در اقوام عرب پابرجاست. یکی از فرهنگ‌هایی که هنوز پابرجاست مراسم قهوه خوری عرب است که خب شاید خیلی از دوستان باش آشنا شده باشید اگر که به اون مناطق سفر کرده باشید. اون ظرفی که قهوه توش آماده میشه دله نام داره و یکی از اشیای فرهنگی مردم عرب به حساب میاد و در تمام مراسم های رسمی و غیر رسمیشون برای پذیرایی و مهمان نوازی از اون استفاده میکنن. مردم عرب توی ایران اکثرا شیعه هستن و یکی از مراسم مذهبی مهم برای اونها عید فطره که یک هفته قبل از عید فطر خونه تکونی میکنن، لباس و شیرینی و اینجور چیزا رو میخرن و در واقع به استقبال عید فطر میرن و بعد از اینکه عید فطر بعد از اعلام عید فطر به دید و بازدید اقوام و بزرگانشون میرن و در واقع عید فطر برای اونها خب جز مراسم خیلی مهمه، شاید میشه گفت حتی مهمتر از سال نو و عید نوروز. خب در رابطه با شناختش اینا رو من عرض کردم خدمتتون. در رابطه با نقضش هم اگه بخوایم بگیم، حالا بخوام در رابطه نقضش هم یه صحبتی بکنم، خب نقضای خیلی زیادی داره اتفاق میفته علیه این قوم توی جمهوری اسلامی ایران. نادیده گرفتن تنوع قومی موجود توی کشورمون ایران همیشه خب از طرف جمهوری اسلامی ایران یک رسم دیرینه بوده که حکومت هم هیچ مستثنایی در قبال اقوام مختلف قائل نمیشه و نشده و میتونم بگم که نقض حقوق تمامی اقوام مختلف ایران به یک شکل و به طور گسترده‌ای در حال اتفاقه. همیشه رویکرد حکومت نسبت به عرب‌ها در ایران هیچ وقت خب همدلی و برابری نبوده، بلکه بدتر از اون با گفتن عرب‌ها و فارس‌ها یه جورایی دو دستگی بین مردم به وجود آورده. خوشبختانه با فعالیت‌هایی که فعالان فرهنگی انجام میدن و البته بالا رفتن سطح آگاهی مردم، این دو دستگی یه جورایی کمتر شده، از بین نرفته ولی خب کمتر از قبل شده. عربا خب توی استانی زندگی میکنن که همه میدونیم ثروت‌های خیلی زیادی داره از قبیل نفت، گاز، زمین‌های حاصلخیز، ولی خب متاسفانه جز استان‌های محروم کشورمون هست، هم از لحاظ آموزشی، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، متاسفانه محرومیت‌های خیلی زیادی توی استان ما داریم می‌بینیم. و خب کسایی هم که معترض میشن به این حالا محرومیت‌هایی که توی اون استان هست، همون دیدیم توی چند وقت دستگیر میشن، شکنجه میشن و اعدام میشن و تا به الان خب بسیاری هستن از فعالان عرب که در زمینهای فرهنگی و سیاسی فعالیت داشتن که همشون حالا یا زندان شدن یا اعدام شدن. تنها چیزی که حالا شاید میشه گفت مردم عرب تونستن بهش دست پیدا بکنن یه شبکه استانی نصف و نیمه است که حالا توی اون استان راه اندازی شده که به زبان عربی داره برنامه پخش میکنه که خب خیلی هم بهش نقد دارن، به همون شبکه نصف و نیمه‌ای که داره حالا زبان عربی پخش میشه، چون میگن که بیشتر در راستای سیاست‌های خود جمهوری اسلامی ایرانه و فقط زبان اون شبکه عربیه و در واقع ماهیتی در رابطه با اعراب نداره، فقط و فقط به عربی صحبت میکنن. دوستان من اینجور صحبتامو کوتاه میکنم و از شما عزیزان میخوام که توی این بحث شرکت بکنید و حالا اگر که در رابطه با فرهنگ و تاریخچه اعراب توی ایران دوستان اطلاعاتی دارن خب خیلی خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارن. و حالا یه سوال هم من مطرح میکنم، خوشحال میشم دوستان اگر که در رابطه با این سوال هم نظر دارن خب نظرشون رو حتما با ما به اشتراک بذارن. و اون اینه که خب توی چند تا مقطع تحصیلی ما توی کشورمون دیدیم که کتاب‌های عربی تدریس میشه. نمیدونم حالا دلیلش چیه و چرا داره اینا تدریس میشه به ما، به مردم کشورمون، با توجه به اینکه مردم عرب توی همون استان خودشون حق صحبت کردن عربی توی مدارس رو ندارن
حق استفاده از زبان عربی رو توی ادارات ندارن، توی مدارس ندارن. دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیل اینکه این زبان عربی داره آموزش داده میشه، حالا نصف و نیمه است ولی آموزش داده میشه توی مدارس، دلیلش چیه وقتی قرار نیست اصلا هیچ استفاده ای بشه از اون زبان؟ خب ممنون میشم دوستانی که تمایل دارن توی بحثمون شرکت بکنن دستشون رو بالا بکنن تا من مایکو براشون آزاد بکنم. سرکار خانم مباشریفه بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. خب ممنون از اینکه دوباره مایک رو در اختیار بنده قرار دادید. خب در رابطه با اعراب شما چند تا سوال فرمودید، من یکی یکی پاسخ میدم بعد دوباره دستم رو بلند میکنم. اول در رابطه با این فرهنگشون که واقعا ما میبینیم که چه فرهنگ گسترده‌ای دارن توی قسمت‌های مختلف به خوزستان، اگر شما در هر به قول فرهنگ حتی پوشششون هم متفاوت هست. اما در قبال نقض حقوقشون، اولین چیزی که من همیشه در رابطه با خوزستان شنیدم آب و هوای بسیار بسیار آلوده است. آب و هوایی که این مردم مظلوم دارن در، یعنی یک اکسیژن سالم هم ندارن که تنفس کنن، اونقدر براشون مشکل ساز هست، اونقدر یعنی شما هر چی که توی این اخبارها نگاه کنید میزنه جزو این منطقه خوزستان، منطقه بوشهر، من این منطقه رو فقط میزنه قسمت هایی که متاسفانه پر از گرد و غبار هست و پر از آلودگی هوا هست و هیچ تنفسی نداره. از اون طرف آب آشامیدنشون رو میبینیم که آب آشامیدنشون با گل یکی هست، با همون ریزگردهای خاک زمین. متاسفانه در هیچ کدوم از موارد هیچ اقدامی انجام نمیدن. و خب باز هم برمیگرده به چی؟ باز هم برمیگرده به جمهوری اسلامی، باز هم برمیگرده به تبعیض بین اقوام، باز هم برمیگرده به فرق گذاشتن بین هر استان و یک استان دیگه، فقط به نام این که حالا اون استان عرب هستن، اون استان کردن، اون استان بلوچ هستن، فقط به این نحو. و اگر کسی به نحو اعتراضی صحبتی داشته باشه، تنها یک انگ بهشون میبندن شما میخواین جدایی تر هستید، میخواین کشور رو تجزیه میکنم. پاسخ میدم. مرسی. مرسی از شما خانم مباشریفر. بعد به آب و هوا اشاره کردید، ما همیشه شنیدیم که نفس کشیدن دیگه جز حقوق ذاتی هر شخصه، یعنی نیاز به دادن و گرفتن نیست، اصلا جز حقوق ذاتی مونه. ولی خب این حقوق ذاتی هم دیگه اونجا نقض شده، یعنی هیچ کس نمیتونه حتی نفس بکشه. خب به طب وقتی اینقدر هوا آلوده باشه، کثیف باشه، مشکلات دیگه‌ای که بعدها به وجود میاد، حالا بیماریایی که به وجود میاد، خب تبعات خیلی زیادی برای هر کسی داره و خب زندگیشو تحت تاثیر قرار میده. حالا بیماریایی که ما شنیدیم در رابطه، خب خیلی، حالا بیماریای ریوی که اتفاق میفته همش و همش به خاطر آلودگی هواست و متاسفانه همون حق حیاتشون هم اینجا سر میشه، نه حتی میکنه طول عمرشون هم کم بکنه به خاطر اون آلودگی توی که توی هوا وجود داره. همه جوره در واقع نقض میشه این حق حقوقشون. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. من ممنونم که دوباره وقتی در اختیار من گذاشتی. من خدمت شما هستم که فکر کنم چندین بار اینو گفتم، یک بار دیگه هم الان میگم که به خاطر شغلی که من داشتم خب به خیلی از نقاط ایران سفر کردم، خب میهمان خیلی از این هموطنان عزیزم بودم. حالا فرق نمی کنه از قسمت های کرد میشین، عرب میشین و غیره. تنها چیزی که میشه راجع به این اقوام مختلف، و حالا چون امروز موضوع برمی راجع به قوم عرب پس بگیم، در این تنگ دستی و زندگی خیلی سختی که دارن میگذرونن، بی نهایت مهربان، مهماندوست و گشاده دست. و اینو اینه دیدم براشون تفاوتی نمی کنه شما دوستشون باشید یا غریبه باشید،
همیشه صبح تکون پهنه برای شما هر آنچه که دارن و یک خوراک خیلی خوشمزه هم دارن به نام قلیه ماهی که فقط خودشون خیلی خوب میتونن درست کنن. یعنی من قلیه ماهی جاهای دیگه خوردم افراد دیگه درست کردم ولی خب هیچ وقت این طعم رو نخواهد داشت. هیچ وقت. اینو راجع به اون چیزی که من خودم تجربه کردم رو خواستم بگم. اما در مورد سوال شما آقای ناصری که چرا زبان عربی یاد میدن، واقعیتش به قول آلمانی کاین آنو میگن، واقعا هیچ ایده‌ای ندارم که چرا به همون زبان عربی یاد دادن، که حتی من یک کلمه هم الان عربی، با اینکه 7-8 سال نمیم چند سال ما عربی خوندیم، من حتی یک کلمه هم بلد نیستم. و به قول شما چرا اگر قراره که عربی به ما یاد بدن، به خود این عزیزان هموطن اجازه نمیدن که عربی صحبت کنن یا درس بخونن یا هر موضوع دیگه ای؟ حالا آقای کرمی هم اینجا هستن که کرد هستن، کرد هم با همین مشکل دارن. یعنی شما، یعنی یه بحث ریشه‌ایه، هموطنانی که زبان‌های مختلف دارن، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها یا سایرین، خب تا 6-7 سالگی که به زبان مادریشون صحبت می‌کنن، بعد یهویی می‌خوان برن توی فضایی که بخواد فارسی بخونه، بعد چون نمیتونه خودشو وقف بده، عقب میمونه از درس‌ها. و حالا میگم نظام آموزشی غلطمون دیگه، به هر حال اینه. ممنونم. مرسی از شما آقای شایگان. آره واقعا برای خودم هم یعنی جای سواله، گفتم اینجا مطرح کنم شاید اینجا به یه جوابی برسم که واقعا دلیل این همه سال خوندن درس عربی چیه. درسی که واقعا خودشون اجازه نمیدن هیچ کسی به اون زبان صحبت بکنه، حتی کسایی که خودشون عرب هستن. حالا درسته کمی متفاوت اون عربی که حالا صحبت میکنه با اون عربی که توی کتابه، ولی خب به هر حال زبان عربیه. دلیل واقعا آموزشش چیه؟ چند سال وقت یک نفر رو میگیرن، میان یه درسی بهش یاد میدن که بهش میگن تو حق استفاده از این زبان رو اصلا نداری، اجازهش نداری اصلا در موردش صحبت کنی. و واقعا برام خیلی سوال بود، گفتم اینجا مطرحش کنم شاید به یه جوابی برسم. ولی خب در رابطه با کردها، خب اون اصلا کاملا متفاوته، اصلا کلا اون از بیخوبون کلا زدن زبان کردی و اصلا میگن شما حق ندارید صحبت کنید. اگه زورشون میرسید میگفتن تو خونه هم حق ندارید کردی صحبت کنید، تو خونه هم باید شما فارسی صحبت کنید. ولی خود در رابطه با عربی کمی متفاوت بود، گفتم اینجا مطرح کنم شاید به یه جوابی برسید. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت دوستان عزیز و خسته نباشید. صدای من دارین آی ناصری؟ آی ناصری؟ بله بفرمایید آقای کرمی. حقیقت تک تک اقوام ایرانی مورد ظلم و ستمای زیادی قرار گرفتن، نمیتونیم همش رو بخوایم یه جا توضیح بدیم. عرب به جای خودش، کرد به جای خودش، ترکش به جای خودش، کردش به جای خودش، هر کی به شکلی واقعا مورد ظلم و ستم زیادی قرار گرفته که باسوبانی خیلی خیلی نمیگم همه تک به تکش، خیلی هاش واقعا جمهوری اسلامی، چون مردم همین در مورد بس مورد عربه، ولی کرد آیلند مشکل خودمون هم هست. ما خیلی از خانواده هایی که دارم میبینم آرشون میاد با بچه‌شون کردی حرف میزنن، واقعا آرشون میاد. من هزار بار دیدم تو محوطه ای که خودمون زندگی کردیم، یا روی جای زندگی میکنه اصلا آرش میاد بگه مثلا من کردم، یه سیاست غلطیه. بعد یه سوال من داشتم از بقیه دوستان، حالا در حد و اندازه‌ای که من واقعا نمیدونم، میخواستم بگم اقوام بر چه مبنایی گذشته شده؟ آیا بر مبنای تاریخ و قدمت؟ آیا بر مبنای جمعیت؟ آیا بر مبنای نمیدونم چجوریه؟ چرا به همه باید بگن اقوام؟ من اگرش اقوام کرد، اقوام ترک، اقوام لور، اقوام عرب، ولی من حقیقتش رو تا الان بگم نشنیدم بگن اقوام فارس. این بر چه مبنایی؟ آیا بر مبنای خدمت و تاریخیه، بر مبنای جمعیت، یا بر مبنای چیز دیگه‌ایه؟ ممنون میشم اگر کسی بتونه جواب بده. من مایک رو را میکنم. مرسی از شما آقای کرمی.
والا حالا دوستا خب 100% این بحث رو مشارکت میکنن، نظرشون قطعا بیان میکنن، ولی خب هر چیزی بالاخره تاریخچه و یعنی هر کشوری برای خودش یک تاریخچه و فرهنگی داره که حالا خب ایران هم مستثنا نیست و ایران تشکیل شده از یه سری اقوام. حالا چرا بهشون میگن اقوام؟ خب حالا به خاطر اون بحث جغرافیایی که حالا در گذشته بوده، اون تقسیماتی که توی هر کشوری وجود داشته، حالا توی ایران هم بوده قطعا، خب حالا انقدر تبادل چیز نبوده، یعنی چی ارتباطات انقدر زیاد نبوده، معمولا محدود بودن به اون مناطق، خب یه جورایی جدا شدن اون مناطق از بقیه مناطق و اون شده یه قوم برای خودش و اون قوم توی خودش حالا بزرگ شده، ارتباط گرفته، چه میدونم حالا ازدواج کردن، کار کردن و و و بقیه مسائل. خب حالا به نظر من اونجا برای خودش شده اون قوم، حالا جای دیگه بسته به مناطق جغرافیایی، حالا اون یکی قوم توش هست، خب حالا 100% ریشه و فرهنگشون هم فرق میکنه، یه قوم دیگه تشکیل شده و حالا این اقوام توی ایران تشکیل شدن و هر کدوم برای خودشون خب بالاخره تاریخچه و تمدنی دارن و اینو واقعا نمیشه نادیده گرفت. ولی متاسفانه مشکلی که پیش میاد حالا توی جمهوری اسلامی بحث نقضیه که داره اتفاق میفته علیه همه اقوام، فرق نمیکنه حالا کجا باشه، یعنی کلا نادیده میگیرن اون تاریخچه اون قوم، حالا چه کرد باشه، چه عرب باشه، چه ترک باشه، کلا نادیدهش میگیرن و اصلا انگار وجود نداره و این خب واقعا موزلیه، موزلی که متاسفانه توی کشورمون هست. حالا یه سری از خانواده ها، حالا شما فرمودید میگفتن میگه که آرشون میاد بگن کردن، حالا به خاطر اون آموزشایی که توی حالا کشورمون توی اون سیستم آموزشیمون رایج شده بود، یه البته برهه‌ای از زمان به نظر من اینجوری بود، ولی الان فکر نمی کنم اینجوری. الان به نظر من حالا هر کسی افتخار میکنه به هویتش، به ریشش. حالا من با خیلی صحبت میکنم، حالا چه کرد باشن، چه ترک باشن، چه عرب باشن، من خودم اهواز زندگی میکردم، یعنی من بزرگ شده اهواز هستم، با حالا اون قوم عرب در واقع بزرگ شدم و از نزدیک میشناسم اینو و همه افتخار میکنن، یعنی افتخار میکردن که بگی ما عرب هستیم، به ریشهشون افتخار میکنن. حالا تو میگم تو یه برهه از زمان حالا جمهوری اسلامی اومد یه کارایی کرد، یه آموزش‌های غلطی داد، بعضیا تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی در کل به نظر من هر کسی به ریشه خودش باید افتخار کنه و این جزء افتخارات ایران باید باشه که اینقدر فرهنگ و تمدن غنی داره با این همه تنوع قومی که توش هست. دوستان دیگه خوشحال میشم توی این بحث حتما باشن، شرکت بکنن، نظرشون رو بیان بکنن. جناب آقای افشارزاده بفرمایید، خواهش میکنم، میشنم شما. سپاس از شما و تشکر از دوستان که مشارکت داشتن و نظرات خوبی رو دادن. شما یه موضوع رو فرمودین درباره این که ما چرا زبان عربی رو میخونیم و اجازه صحبت کردنش رو نداریم. باید دیگم که ما 3 تا زبان عربی داریم، گویش 54 تا، ولی این 54 تا زیر مجموعه 3 اصل میشه. یه عربی کلاسیک یا قرآنی داریم، یه عربی استاندارد داریم، یه عربی دارجه داریم. چون من بوشهری هم خب تو شهر بوشهر خب نامناطق خودشون داشتیم. اون عربی که تو مدارس ایران تدریس میشه عربی برای خوندن قرآن فقط، یعنی اون عربی که ما میخونیم وقتی میریم عربستان، چه میدونم سوریه، عراق، از اون عربی نمیتونیم استفاده کنیم چون کلماتش بسیار فرق میکنه. حالا من فقط دارم همین 3 مورد رو میگم، اون 54 گویش رو کار ندارم. مثلا ما در عربی ایران که هم عربی کلاسیک قرآنیه، مثلا به الان میگیم به اکنون، حالا مثلا میگیم الان، به عربی در قرآن الان گفته میشه، ولی تو عراق مثلا میگن حسه، تو سوریه میگن دهین. هر 3 تاش یه معنی داره، ولی اونا اون زبان عربیه که همدیگه رو میفهمن، ولی اون عربی که در ایران آموزش داده میشه عربی قرآنیه. یعنی فقط ما اون عربی رو آموزش میبینیم که فقط بتونیم قرآن بخونیم، در حالی که
کسانی که حالا تو شهر ما بودن، حالا براشون، حالا اون موقع ما حالا بچه بودیم، دبستان و راهنمایی بودیم، با این موارد مثلا حقوق بشر آشنایی نداشتیم، برای اون اصلا عجیب نبود چرا مثلا یک معوته درست کردن فقط یه راه ورود و خروجه که بهش میگفتن امارت عرب ها، که اونا فقط باید اونجا زندگی کنن، حق ندارن از اونجا مثلا بیان چه میدونم خیابون سنگی، آشوری، بهمنی زندگی کنن، همشون باید همونجا زندگی کنن. مثلا الان که ما الان وارد مثلا حقوق بشر شده متوجه میشیم که چه نقضی صورت میگرفته، چون ما هم دبستان که میرفتیم اونجا حتی اونا تو کلاس ما نمیذاشتن بشینن، کلاس اونا جداگونه بود، کلاس ما هم جداگونه بود، حتی روی نیمکت هم نمیذاشتن بشینن، و این نقض از همون موقع بوده. ولی خب متاسفانه اون موقع ما اطلاعاتی نداشتیم از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته و این لهجه ها و این محدودیت ها برای این افراد وجود داره. بعد اون عربی که در ایران استفاده میشه، حالا اون کلاسی قربانی، متاسفانه ما به اشتباه تصور میکنیم این زبانی که زمانی که بحث این زبان عربی این کلاسیک یا قرآنی میشه، ما فکر میکنیم این همون متونیه که الان در اون کشورها صحبت میشه، ولی باید بدونیم که حتی متون اون قرآن کریم هم با این عربی که الان در حال حاضر در حال صحبتیم فرق میکنه، یعنی شباهتهایی داره به عربی امروز، اما این گونه زبان عربی بسیار قدیمی تره. مثل اینکه ما شاهنامه خودمون رو میخونیم، شاهنامه فردوسی رو میخونیم، خب واقعا خیلی قسمتاش سخته، یعنی اینکه بخوایم بفهمیم دقیقا منظور چیه، هدف چیه و به چه نتیجه باید برسیم. برای همین اون خوندن و فهم اون متون زبان عربی در کشورهای دیگه برای عرب زبان‌ها دشواره. برای همینه که اون چون سخته، اون عربی که در ایران استفاده میشه یک عربی بسیار ابتدایی و ساده است. چرا؟ چون فقط برای خوندن قرآن استفاده میشه، یعنی اصلا آموزش داده میشه که فقط بتونن قرآن بخونن، نه عربی صحبت کنن. حالا من کاری به تفاوت لهجه های عربی، تفاوت با گویش های عربی الان توی این مقال نمی گنجه، ولی باید بگه اون چیزی که آموزش میدن تو مدارس هدف خوندن قرآنه، هدف این نیست که زبان عربی رو یاد بگیری و بری مثلا کشور دیگه صحبت کنی، چون خیلی از کلماتش فرق میکنه. یعنی میخوام براتون مثال بزنم، چیزای ساده مثلا حالت چطوره، چطوری ما به هم دیگه میرسیم، خب تو قرآن میگه کیف حالک، خب تو عربستان میگن شلونک، تو سوریه میگن کیفک، هر سه تا یه معنی، ولی اون چیزی که در قرآنه فقط یه چیز بسیار ساده و ابتداییه که ما فقط بتونیم قرآن بخونیم. عربی رو یاد میگیریم 12 سال که فقط بتونیم قرآن بخونیم، هیچ استفاده دیگه اون آموزش زبان عربی در آموزش پرورش ایران نداره. سپاس از شما. مرسی آقای افشارزاده، دست شما درد نکنه، توضیح دادید کامل اینو. و اینکه قاعدتاً حالا اون عربی که، یعنی کلاً سیستم آموزشی، حالا به خاطر نوع سیستم آموزشی چون اصلاً کلاً ایراد داره و مشکل داره، قاعدتاً همون عربی که آموزش میدن و حتی شاید باش نشه حتی قرآن بخونی، مثل همون انگلیسی آموزش دادنشونه دیگه. انگلیسی آموزش دادنشون هم چند سال آموزش میدن، ولی بعدش تازه دانشگاه میری، توی دانشگاه هست، ولی بعدش در حد همون سلام چطوری خداحافظ در همون حد یاد میگیرید. یعنی واقعا کلا مشکل داره سیستم آموزشی، کلا از بیخوبون مشکل داره، حالا چه عربی باشه چه انگلیسی باشه. مرسی از شما. آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم که دوباره به من وقت دادید. در مورد سوال آقای کرمی، حالا من نمیدونم به چه هدف این سوال رو پرسیدیم، ولی خب باید تو همین جلسه کمیته اقوام صحبت شده که ما در ایران 7 قوم داریم که ایران امروزی رو تشکیل دادن، که یکی از این قوم ها قوم فارسه. حالا اینکه چرا ما همیشه مثلا میانیدیم قوم عرب، قوم بلوچ، قوم کرد، قوم لور و کرد و اینا داریم نمیگیم قوم فارس، خب بیشترین نقد رو
تو این اقوام دیگه داره انجام میشه دیگه، یعنی بخاطر همین کمتر به قوم فارس پرداخته میشه. شما فکر میکنید قوم فارس وجود نداره؟ چرا، قوم فارس هم یکی از این اقوامه که ایران امروزی رو تشکیل دادن. خواستم اینو در جریان باشه، همین رو میخواستم. ممنونم. مرسی آقای شایگان. البته با این نقضه که داره اتفاق میافته واقعا در حق همه داره اجواف میشه. یعنی فکر کنم یکی از بحث‌های آزاد ماهای آینده رو بذاریم برای قوم فارس، چون اونا به همون اندازه واقعا داره حقوقشون نقض میشه. کسی نیست که از دست این جمهوری اسلامی یه نفس راحت بتونه بکشه. سرکار خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب دارم خدمتتون، خسته نباشید. اول من جناب کرمی عزیز خدمتتون عرض کنم، هیچ کس به قومیت خودش نمیگه. من آرد میدونم این رو، اصلا من با آقای ناصری موافقم، همه افتخار میکنم. من همیشه با افتخار گفتم من هیچ وقت تو کردستان بزرگ نشدم، شاید الان هم نمیتونم هم صحبت کنم، ولی یکی از بزرگترین افتخاراتم که میگم من کردم. متاسفانه نمیتونم صحبت کنم، این برام تاسف داره، ولی اصلا تا به حال ندیدم نه ترک نه کرد نه بلوش بخواد بگه. حالا یکی دو نفر شاید دلشون خواسته مثلا بگم من فارسم یا به هر دلیلی، این دلیل نمیشه برای کل اونها بیام این صحبت رو بکنیم. این رو اصلا در نظر نگیرید، نه گسترشش ندید. آقای ناصری فهمودم ما قوم فارس هم داریم، اما توی ایران بیش از 50% زبان فارسی صحبت میشه. حالا به خاطر تدریس تو مدرسه است، واقعا فارس هستن یا هر چیز دیگه، بعد آذری هستش و بعد کرد، حالا گیلکی و بلوچ و عرب و اینها هم بعد، تا یعنی رتبه بندیش پایینه. این رو نیام به سخت بگیرین، چون به هر قانون اساسی به فارسی نوشته شده، زبان رسمی فارسیه. یا نمیدونم، چون متاسفانه حالا قبلا گفته میشد مثلا اقلیت به خاطر تعداد جمعیت میگفتن، که الان ما توی کانون داریم یاد میگیریم که از این واژه اقلیت استفاده نکنیم، چون همه حقوق برابر داریم، چه یک کرد توی این کشور باشه چه یک میلیون باشه، همه برابر هستیم، هیچ فرقی نمیکنه. اما این نباید خیلی باعث این ناراحتی بشه که چرا قید میشه قوم کرد. و بعد من میگم اینا اصلا ملتیم، کردها ملتن، ترکها ملتن، چون برای خودشون زبان دارن، فرهنگ دارن، چه بسا قبلها پرچم داشتن، خط دارن، بنابراین یه ملت هن. مثل ایران در واقع یه حالت ایالات متحده است، ایالات در واقع اقوام نیست، جمع ملت هاست، دوره هم جمع. زیبایی ایران به اینه، کدوم کشور شما پیدا میکنید تو آمریکاش، حتی تو آلمانش، هر جای دیگه که شما ترکیه هست، فکر کنید چند تا قوم، اگه ترکیه دوتا هستش بخاطر اینکه کردهای ایران رو اومدن جدا که کردن به ترکیه چسبوندن، بخاطر همون هنوز هم مشکل دارن، یا به عراق چسبوندن یا به سوریه، اونا جز از ایران بودن. تن کشوری که به این صورت اینقدر زیبا ملت است، بنابراین اجازه ندیم این موارد اختلاف ایجاد کنه. همه قوم‌های ما، ملت‌های ما به خودشون افتخار میکنن، زیباییش به همینه، به خاطر همین هزاران سال این فرهنگ پابرجا مونده. حالا به خاطر یکی دو نفر شما اصلا بابت نگران نباشید. و بعد قشنگترینش اینه که قوم‌ها و ملت‌های دیگه ایمونم به اون یکی‌ها افتخار میکنن. من دوست دارم همیشه ترک‌ها در کنار ما باشن، عرب‌ها در کنار ما باشن، هیچ وقت ما رو ترک نکنن، بلوچ‌ها، آذری‌ها، نمیدونم قسمت لورها، ترکمن ها هم کنار اون باشه، هیچ وقت ما نمیخوایم اون از کنار ما برن. این اختلافاتی که میذارن و به نظر من بیایم اون بچه منفیش رو نگاه نکنیم. قوم فارس هم وجود داره و الان هم به قول آقای ناصری به اونها هم ظلم میشه، چه فرق نمیکنه. همونطور که به سنی ظلم میشه به شیعه میشه، همونطور که به کرد و ترک و زاهدان داره ظلم میشه به فارس هم ظلم، چه فرقی الان داره؟ اینا نگاه نمیکنه، وقتی تیراندازی میکنه نمیگه شما کرد هستی یا شما فارسی یا شما بچه، فرقی براشون نمیکنه، همه مورد ظلم قرار گرفتیم. ممنونم. ممنون رو رها میکنم. ممنونم خانم رضاوند، بسیارم عالی. جناب آقای بولوردی بفرمایید، خواهش میکنم، میشنویم شما. ممنونم که باز فرصت در من قرار دادیم. پیرو صحبت های دوستان، اقوام دوستان در همه کشورهای دنیا وجود دارن. یعنی شما، من یه مثال بزنم که بیشتر ذهن اون آشنا بشه، مثلا همین آلمان، شما ایالت های آلمان رو که نگاه بکنید، مثلا نیدرزاکسن، نیدرزاکسن خیلی آلمان، زاکسن از کجا میاد؟ شما یه کلمه داشتین به اسم، اگه شنیده باشین قبلا میگفتن نورمن ها و ساکسون ها،
شما خیلی مثلا شکسته که تاریخ خوندن ساکسن های همین زاکسنیا هستن در اصل، یعنی در آلمان هم، یا مثلا باواریایی ها، با ایالت باواریا اینا یه قومی هم باوا، حتی زبانشون فرق میکنه، گویششون فرق میکنه. ما قسمت باسکو داریم که با تو قسمت مثلا اسپانیاست، نورمن ها رو داریم که یه قسمتی از فرانسه هستن. ما در خود انگلستان هم شما ببینید ایرلند، اسکاتلند، ویلز و خود انگلستان کلن بریتانیا مثلا زبانشون انگلیسیه. اما دوستانی که داخل انگلیس زندگی میکنن اگه ازشون سوال بکنیم، مثلا یه نفری که توی لندنه، اگر یه شخصی از مثلا گلاسکو بیاد، از اسکاتلند بیاد توی لندن شروع بکنه صحبت کردن، همه میفهمن این مال گلاسکوه. مثل یه اصفهانی که مثلا بره مشهد صحبت بکنه، یعنی این لهجه ها و گویش ها تو همه کشورهای دنیا دوستان هست، حتی توی امریکاش هم مثلا وجود داره. امریکا خیلی ها دوستان شاید ندونن، بیشتر جمعیت امریکا آلمانی و فرانسوی بودن. یعنی زمانی که امریکا، ایالت های امریکا شروع کردن جنگیدن با بریتانیا، بیشتر فرانسوی ها بودن و آلمانی ها و حتی هلندی ها. بعد اینا تو قانون اساسیشون به خاطر که هرج و مرج نشون بدن یه زبان مادر انتخاب کردن. خیلی از قسمت های کانادا اصلا فرانسوی زبان هم، ولی خب زبان رسمی کانادا انگلیسیه. امریکا هم همینجوری، اینجور نیست که مثلا قوم فارس زورشون زیادتر بوده، اومدن زبان خودشون رو تحمیل کردن مثلا به قوم مثلا ساکسونا یا به قوم نورمنا. اون به خاطر اون قانون اساسی که تو کشورا نوشته میشه، مثل ایران اومدن یه زبانی انتخاب کردن، حالا شاید بر حسب جمعیت بوده، شاید بر حسب سادگی بوده، حالا هر چیزی بوده، ما مثلا خودم شخصا اطلاع ندارم. بعد این زبان مادری تو همه کشورهای دنیا هست. توی ایران مثلا من خودم اصالتا ترک هستم، همونجوری که خانم بیرجندی فرمودن، من ترکی میفهمم ولی صحبت نمیتونم کنم. هیچ وقتم با ترک بودن خودم مشکلی نداشتم، هیچ وقت با لور بودن دیگران، کرد بودن، واقعا خیلی هم زیباست. فقط می‌خواستم این نکته رو بگم که همه کشورهای دنیا تقریبا، کشورهایی که ریشه دارن، کشورهایی که اصالت دارن، قدمت دارن، توشون وجود داره. یعنی اینجور نیست که فقط ایران ما کرد داریم، ما لور داریم، اینا هم دارن به اسمای دیگه، ما آشنایی نداریم باش. ممنونم ازت. مرسی آقای بلوردی. خب بله، این تنوع قومی خب بالاخره همه جا کم و بیش هست، ولی خب بحثی که حالا توی ایران خب این تنوع قومی خیلی بیشتر نسبت به بقیه کشورها. شما مثال زدیدم توی آلمان 2 تا 3 تا نهایت هست، ولی ما توی ایران داریم میبینیم که خب خیلی زیاده این تعداد. حالا مشکل این نیست، مشکل سرکوبشون هست. حالا توی حالا کشورهای دیگه میان بها میدن تازه به این تنوع قومی که حالا همین 2 تا 3 تا که دارن، ولی توی ایران داریم میبینیم با این همه تنوع قومی که وجود داره برعکس میان سرکوبش میکنن. یعنی میگن اصلا نباید باشه همچین چیزی، همه ما باید یکی باشیم، ما همه یکی هستیم، ما همه یه ملتیم. ولی اصلا این دوتا ربطی به هم دیگه نداره، اصلا دخلی به هم دیگه نداره. یه نفر میتونه کرد باشه، یه نفر ترک باشه، یه نفر عرب باشه، ولی همه ما ایرانی هستیم و همه با هم برادر هستیم و همه برای ایرانمون داریم واقعا دل میسوزونیم. یعنی یه کرد اگه الان داره اعتراض میکنه فقط برای نمیدونم سنندج و کردستان اینا نیست، داره برای ایران داره الان میجنگه و بقیه مردم، فرقی نمیکنه. و بحث زبانم، آره خب زبانم، خب هر کس در واقع قومی برای خودش زبان خودشو داره و اینم نرماله که هر کشوری بیاد یک زبان مشترک توی قانون اساسی بنویسه که خب این کشور طبق این قانون اساسی ما فلان زبان رو به عنوان زبان رسمی کشور معرفی میکنیم و خب هم باید زبان مشترک باشه تا مردم بتونن با هم ارتباط بگیرن. ولی اینکه سرکوب کنن بقیه زبان ها رو، خب این یه نقض خیلی زیادیه، یه نقض خیلی گسترده است که واقعا داره اتفاق میفته. یعنی هر کشور دیگه توی هر حکومت نرمالی، هر کشور نرمالی دیگه توی هر جای دنیای دیگه باشه، از این تنوع قومی میاد به نفع خودش استفاده میکنه. یعنی چه میدونم، میاد مثلا جاذبه گردشگریش میکنه، میاد از بحث توریستش استفاده میکنه، میاد معرفیش میکنه به بقیه دنیا. اینجا یه دونه جشن دارن توی آلمان، چه میدونم مثلا یه دونه فستیوال میخوان برگزار کنن، انقدر تو بوق و کرنا میکنن که از کشورهای دیگه بیان توریست جذب کنن، بتونن در واقع درآمدزایی بکنن. ولی توی ایران با وجود این همه رسم و رسوم، با وجود این همه فرهنگی که ما داریم، این همه جشنایی که داریم،
با این همه خدمت ولی اصلا در مورد صحبت نمی کنن، اصلا تبلیغی در موردش نمی کنن و چیزی که میتونستن به نفع خودشون استفاده بکنن برعکس دارن بر علیهش کار میکنن. جناب آقای کرمی بفرمایید، خواهش میکنم. درود دوباره خدمت دوستان، ممنونم از جواب آقای ناصری و آقای شایگان و خانم رضابند، ممنون میشم. بعد میخواستم جواب آقای ناصری در مورد زبان عربی میگفتن که مثلا چند سال خیلی ساله ما داریم چرا زبان عربی یاد میگیم. حقیقتش رو بگم، ما همین تو جلسه شاید 2 ساعت داریم، 1.5 ساعت داریم صحبت میکنیم، بالغ بر 40% حرفایی که زدیم عربی بود. این واقعیتی که نمیشه این کارش کرد. حالا برین تحقیق کنید، یه برگردون این صحبت هایی که کردیم، اگه جدا سازی کنیم نگاه کنیم ببینید چند درصد از صحبت هایی که ما الان کردیم واقعا عربیه. بعد اون یکی دوستمون هم یه صحبتی کرد گفت الان ما واقعا نمیتونیم شاهنامه رو بخونیم، خیلی برامون سخته. چرا؟ چون اصلا زبونی که داریم حرف میزنیم فارسی نیست دیگه. داریم، خیلی کمه، خیلی کمه. بعدش در مورد صحبتهای خانم رضاوند، ممنونم، من با حرفشون موافقم. واقعا ما هیچ کنون شاید قوم نیستیم، همون جوری که الان هیچ کسی برتری نداره، همه ما یک ملتیم. بعدش هم برای کردی صحبت کردن ما که واقعا شاید توی چند سال اخیر زیادم نه 4-5 سال 6 سال نهایتا 5 سال برسه یه فرهنگ سازی شده و خیلی از خانواده ها واقعا من با چش خودم دیدم، یه بار نه دو بار نه یه خانواده نه 100 تا نه خیلی بیشترش واقعا اصلا اجازه ندادن بچه‌شون کردی حرف بزنه. اما الان نه، اما الان شرایط خیلی فرق میکنه، فرهنگ سازی شده، میخواد عرب باشه، ترک باشه، لور باشه، همه دارن به ریشه خودشون افتخار میکنن، همه دارن به ریشه خودشون افتخار میکنن. و با توجه به احترامی برای که تمام لهجه ها و گویش ها هم دارم، هیچکی بر هیچ کسی برتری نداره، هیچ قومی بر هیچ قومی، هیچ ملتی بر هیچ ملتی برتری نداره و ما همه انسانیم. یعنی من شاید 5 تا 6 تا اعتراضایی که اینجا برگزار شده، تجمعاتی که شده، تو 5-6 تا تجمع سخنرانی داشتم اینجا راحت 20 دقیقه 10 دقیقه 1 ساعت. اولین صحبتی که کردم گفتم من کردم، من لورم، من عربم، من ترکم، بعد من ایرانم، ما همه برادر و هیچ کدوم بر هیچ کی برتری نداره. ممنونم. مایکروفون. مرسی آقای کرامی، درستش هم همینه، واقعا باید افتخار کنیم به اون فرهنگ و تمدنی که داریم و اصلا نباید این کارش بکنیم اینو. و بحث زبان هم که فرمودید، خب این به خاطر اون حالا ارتباطی که حالا ما گرفتیم، اعرابی که وارد ایران شدن از حالا دوران اسلام و یه جورایی این زبان فارسی و عربی با هم قاطی شد با هم دیگه و اون تأثیری که گرفتیم از زبان عربی، خب آره الان خیلی از کلماتمون یه جورایی عربیه داریم استفاده میکنیم و حالا خودمون هم شاید خیلی متوجه نشیم این مسئله رو، ولی به خاطر اون تأثیریه که از اون موقع ما گرفتیم و ربطی به تدریس زبان عربی الان توی مدرسه‌مون نداریم. خب آقای افشارزاده الان بهش اشاره کردن، گفتن که بیشتر زبان عربی که داریم یاد میگیریم بیشتر به خاطر اینکه بتونیم قرآن بخونیم. خب چقدر استفاده کردیم از اینا را، زبان عربی که توی مدرسه خوندیم و رفتیم همه با هم دیگه قرآن خوندیم. دستشون واقعا درد نکنه. سگا خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. در ارتباط با زبان، ببینید از زمانی که ارتباطات برقرار شد، یعنی قبلها قوم‌ها، ملت‌ها فقط خودشون بودن، با همون زبان صحبت می‌کردن. زمانی که ارتباطات گسترش پیدا کرد، این طبیعی هست که برای تجارت، برای مبادلاتی که می‌کردن به زبان همدیگه آشنا می‌شدن، خواه‌ناخواه زبانشون رو همدیگه اثر می‌ذاشته. همینطور که شما الان میگی پلیس، پلیس یه واژه فارسی نیست. یا شما می‌دونستی لیمو کلمه کاملا فارسیه، ولی تو انگلیس لیمون میگن، فارسیه. خیلی از واژه‌های ما هم به زبان‌های دیگه رفته. من میگم، عرض کردم من یه کتابی یادمه، دیدم تو دانشگاه بودم،
یه کتابی دوستای هندی من آوردن به من نشون، خیلی هم قطور بود. واژه هایی که از زبان هندی رفت بود تو انگلیسی، از انگلیسی اومده بود به فارسی، خیلی اینقدر این قطور بود، طبیعی بود. ما میگیم کامپیوتر، از زبان ما هم من دیدم چندین واژه بود فارسی بود و رفته بود تو زبان انگلیسی و تو زبان هندی. فقط این نیست که ما از اونا آریت گرفته باشیم و استفاده کرده باشیم، زبان ما هم تأثیر گذاشته و این طبیعیه. شما الان پدرتون باور کنید حتی دست خطش با دست خط شما متفاوته، شاید شما نتونید حتی دست خطش رو بخونید. واژه های نامه های اداری زمانی که مال پدرتون هست با الان متفاوته. چرا؟ چون همیشه داریم به جلو میریم. این دلیل بر نقص نیست. مسلمه الان شعر فردوسی حافظ ما همیشه با تفسیر کنیم، بعد بیایم بخونیم. من که زبان دیگه ای داشته همیشه همینطوره. الان بچه شما میره دانشگاه، باور کنید شما از واژه هایی که ما استفاده میکنید شما متوجه نمیشید، چون هی داریم میریم به جلو، واژه های جدیدی میاد، زبان علم میاد جلو از این واژه. الان بچه هاتون شما با هم دیگه چت میکنن، چیزایی میگن که شما اصلا متوجه نمیشید چی میگن، بعد ازش میپرسی بابا این چی میگه، منظورتون اینجا چیه؟ یا برعکس، من خودم یه وقت میگم بابا این چی بوده شما موقع استفاده میکردید. طبیعیه، این برای اینکه ارتباطات زیاده، واژه ها بر هم اثر، و این دلیل برای نمیشه که بد باشه. در حین اینکه حفظ کردید، خود زبان کردی الان با زبان قدیم یکی بوده، به دروازه شما با اون زبان کردی صحبت میکرده، اما امکان نداره. زبان ها از همدیگه تأثیر میگیره. کردی که تو ایران هست، چون کردستان یکی بوده دیگه، بعدها بعد از زبان عثمانی ها انگلیس و اینها خیانت کردن و اینها رو تقسیم کردن بین کشورهای مختلف. کردی که تو ایران صحبت میشه با کردی که توی ترکیه صحبت میشه، کردهای ترکیه و اونایی که تو سوریه و عراق هستن چقدر تفاوت دارن، چون تأثیر گذاشته زبان سوری، زبان عراقی و ترکی روشون، با ایران که جزی از ایران بودن. این طبیعیه. و همینطور اونها هم خیلی از واژه‌های فارسی تو زبان کردی رفته، کردی هم رفته تو زبان فارسی. بخواد بگردید پیدا بکنید، من داشتم کتابی، الان متأسفانه همراهم نیست، تو ایران داشتم، چقدر واژه‌های کردی حتی یا ترکی اومده توی واژه‌های ما. همین خانومی که میگید مغولیه، اصلا شما خبر میدونستیم ما اینو، ما میگیم بانو، ولی خانوم که واژه مغولی هست، یا سماور مثلا، یا خیلی چیزای دیگه، واژه‌ای هست از جاهای دیگه آریت گرفته، ما هم دادیم به هم ترتیب، اونها هم از خیلی از واژه‌های مثلا وارد زبان‌های اونها شده. بازار زبان کلمه انگلیسیه، فقط عربی نیست. ما تا چون حالا یه مدت عرب‌ها اومدن، تمام زبان ایران فارسی، کتاب‌های ما به زبان عربی بوده. و یاد کنیم از زنده یاد فردوسی، شاعر قهرمان کشورمون، که زبان فارسی رو مجدداً برگردون به ما، طبیعتاً باید خوشحالم باشیم، طبیعتاً تأثیرات رو هم داره، ولی باعث نمیشه که ما فکر کنیم که باید، اصلا اشتباهه اگه ما بگیم باید اینا رو بریزیم بیرون، با جای خودمون رو بزنیم، چون کم میاریم. ما مجبوریم اصلا دیگه آریت بگیریم. اینکه استفاده میکنه پلیس، نمیدونم کامپیوتر، خیلی واژهای دیگه، بازار، خیلی کلمات دیگه هستن که از واژهای دیگه مونده. ما هم همینطور. بنابراین خیلی سخت نگیریم، اینو به پیشرفت اون بدونیم. ممنونم. مرسی از شما خانم رضاوند، متشکرم. جناب آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون که دوباره به من وقت دادیم. در مورد بحث زبان، خانم رضاوند خیلی خوب توصیف و توضیح کردند، که اصلا زبان به صورت آریایی، اونم به خاطر قدمت ایران دیگه. میدونید خب ایران یک کشور قدیمیه، زمانهای قدیم هم که خب مراودات به صورت زمینی بوده، یعنی یک نفری که میخواسته از اروپا بیاد برسه چین، بعد یک سال طول میشه تا بیاد برسه، بعد به این مدت خب تو کشور پهناور ایران زندگی میکره، با زبانهای مختلف صحبت میکره، یعنی با اقوام مختلف صحبت میکره، مراوده داشته و این تبادل زبانی فرهنگی صورت میگرفته. خانم رضا و من اینو به شما بگم، شما کرد هستی، کردی بلد نیستی، من کرد نیستم و کردی صحبت میکنم، سورانی و آقای بلوردی شما هم ترکی صحبت نمی کنی ولی من ترکی صحبت میکنم، اینا رو یاد گرفتم، خیلی هم افتخار میکنم و خوشحالم با دوستان کردم کردی صحبت میکنم، با دوستان ترکم ترکی صحبت میکنم، من به اونا فارسی یاد میدم، اونا به من ترکی یا کردی یاد میدم، خیلی هم عالیه، خیلی داره. ولی در مجموع ما یک کشور کهن هستیم با آداب و رسوم کهن و زیبا، اقوام مختلف همه با هم دوست هستم. میگم من چون زیاد سفر کردم تو بین اقوام مختلف، دیدم که اینا داخل، یعنی
درون این دل این افراد واقعا عشق به هم نوع به هم وطن، فارغ از این چه نژادی باشی، چه زبانی داری، دین و مذهبت چیه، اصلا به اینا کاری ندارم، خیلی با آغوش باز میپذیرن. این نشانه خیلی خوب. حالا یک بخشی از این افرادی که سیاسی هستن ما با اونا کاری نداریم، اونا یک سری عقایدی دارن که خب تو جزئی ترین حالت ممکن هم هستن، ولی در مجموع میخوام بگم که ما یک کشور بسیار خوب و زیبا داریم با اقوام مختلف. هم به قول خانم رضاوند همین گوناگونی اقوام و زبان ها و نژاد ها و مذاهبه که ایران رو انقدر زیبا و قشنگ کرده. امیدوارم که خیلی زود ایران آزاد بشه، هممون بتونیم برگردیم کشور خودمون و اونجا بیشتر مایی که الان بیرون هستیم میفهمیم که چقدر اشتباه میکردیم که نرفتیم، سر نزدیم، ندیدیم، آموزش ندیدیم، با هموطنانمون برخورد نداشتیم. امیدوارم که زودتر آزاد به ایران برگردیم، همه بتونیم بریم هموطنانمون رو ببینیم، کشور خودمون و باهاشون بیشتر در ارتباط و بشناسیمشون. این نشناختن خیلی بد اثر می‌کنه. ممنونم از همه دوستان عزیز و خسته نباشید. میگم به شما آقای ناصری. مرسی از شما آقای شایگان عزیز. درستش هم واقعا همینه. که آدم اول بدونه که همه و همه با هم برابرند و هیچ کس واقعا به کس دیگه برتری نداره. اقوام سر جای خودش، هر کسی بالاخره متعلق به یه قومیه، یک زبانی رو صحبت میکنه، یه گوشه گویشی رو داره، متعلق به یک فرهنگ خاصیه، ولی همه و همه در ابتدا باید بدونیم با هم برابریم و فرق با هم دیگه نداریم. و واقعا یه حسرته، برای خود منم یه حسرته و میتونیم توی این جلسات هم واقعا به وضوح ببینیم این که واقعا نمیشناسیم فرهنگ و تمدن کشور خودمون رو، حتی نمیشناسیم. و این واقعا برای منم یه حسرتیه که اگر برگردم به گذشته قطعا این کار میکنم. یعنی یکی از کارهایی که میکنم واقعا همین شناخت فرهنگ و آداب و رسوم بقیه اقوامه. شاید اون موقع که حالا توی ایران بودم محدود بودم به همون خوزستانی که توی زندگی میکردم، به همون فرهنگی که توی خوزستان بود خب کامل میشناسم، شناخت کامل دارم، بزرگ شدم بالاخره تو اون خطه. ولی خب در رابطه با کرد، در رابطه با ترک، در رابطه با بلوچ واقعا هیچ شناختی نداشتم. و از موقعی که حالا توی کانون اومدم شناختم نسبت به قبل خیلی بیشتر شده و واقعا افتخار میکنم و قطعا ادامه میدم بازم این مسیر رو که بیشتر بتونم آگاهیمو توی این زمینه بالاتر ببرم و دیگه واقعا برام معنی نداشته باشه اون حالا اشتباهاتی که قبلا جمهوری اسلامی توی مغزمون کرده بود، یک سری حالا کلماتی که به اشتباه استفاده میکردیم، الان دیگه استفاده نمیکنم از اونها و آگاه شدم که هممون با هم واقعا برابریم. مرسی از شما، از همه دوستان عزیزی که امروز توی جلسه‌مون شرکت کردن، عزیزانی که امروز توی بحثمون شرکت کردن. تشکر میکنم از همه سخنرانان عزیزمون و دوستان و همکارانی که در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن، منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای محمد رسول پورتندرست و آقای امین بلوردی بهمن و ادمین ها جناب آقای حسن حمزه‌زاده و آقای رضا شایگان. سپاس از همه دوستان. من ختم جلسه رو در ساعت 16 در تاریخ 12 نوامبر سال 2022 اعلام می‌کنم. سپاس از همگی و خسته نباشید. خدا نگهدار.